من باید برگردم به جنگ کردستان. بعد از جنگ کردستان وضعیت کردستان وضعیت خاصی داشت. جاشای منطقه که بودن معمولا بچه‌هایی که تو شهر بودن دستگیر می‌کردن. من سال 59 بعد از جنگ کردستان این مقرایی که بوبیچتا آمده بود بچه‌ها رو دستگیر می‌کردن. بارها و بارها توسط این نیروها من دستگیر شدم. 10 روز، 2 هفته، 20 روز، 2 روز، 3 روز معمولا تو این مقرا می بودم. بعد همونطوری که بچه های دیگه اشاره کردن معمولا اعدام های علکی که ببرن برای اعدام صحرایی می کنن بدون اینکه دادگاهی بشه. البته در مقرایی که من بودم معمولا کسایی می اومدن با صحبت می کردن می گفتن آره دیگه تو حکمت اعدامه، فقط می دونستی که طرفم جاش حکومت، نه قاضی نه حاکم شهر چیزی نیست، می دونستیم چون ما خودمون می شناختیم اون طرف ها رو. به هر حال با نیروهای حکومتی هم کاری می کردن، پول بگیر حکومت بیدن. این بموند سال 59 تا سال 60. سال 61 من که برای اولین بار دستگیر شدم، همونطور که گفتم وضعیت کردستان وضعیت خاصی داشت. تمام راه ورود و خروج شهر کنترل میشد. تو هر جا میخواستی وارد هر شهری بشی کنترل بود، خارج میشدی دوباره مجددا کنترل میکردن. و سر این کنترلگاه ها کسایی بودن که به اصطلاح برگشته بودن و با حکومت همکاری میکردن. منم در اون موقع سال 61 که دستگیر شدم یکی از بچه‌ها دستگیر شده بود که با حکومت همکاری میکرد. من دقیق نمیدونستم چون که داشتم میرفتم سقز، تو راه سقز دیوان دره سنندش دیوان دره که میخواستم رد بشم، پایگاهی که اونجا بود به اصطلاح ماشین رو گشت، پاسدار اومد از من خواهرم همراهم بود، دخترم هم همراهم بود. دخترم اون موقع 10 ماه 11 ماهش بود. محمل هم که داشتم اینه که دخترم چون که ناراحتی قلبی داشت هر 3 ماه یه بار برای چکاپ می بردم تبریز یا تهران، دکترم داشت اونجا. محملم این بود که دارم میرم تبریز اگه اتفاقی افتاد. بعد گفت کجا داری میری؟ پاسدار ازم سوال کرد، گفتم دارم تبریز میرم دخترمو ببرم دکتر. بعد گفتی خانمه، از خواهرم پرسید شما کسی؟ گفتم خواهرمه. بعد اسممو پرسید یه اسمی دیگه بهش دادم. بعد همینجوری یه مقدار نگام کرد و بعد گفتش که چیز، مگه شما فلانی نیستین؟ اینم دخترت نینا نیست؟ اینم خواهرت دلبر یا نسترن؟ یعنی دقیقا هم دلبر هم نسترن، چون که من این دوتا خواهر همیشه همراه بودن هر جایی که میرفتم. بعد منم موندم دیگه، یعنی سریع فهمیدم لو رفتم. گفت پیاده شین بیاین پایین. ما رو پیاده کرد. گفتم اون به اصطلاح جاهایی که ایست میدادن و بازرسی میکردن خودشون یه دکه هایی داشتن، میرفتی تو دکه ها. ما رو بردن تو دکه. البته من حالت شوک بهم دست داد واقعا، اصلا چون که چیزی که همراه بود اگه دستگیر میشدم اونو پیدا میکردن
به هر حال یه سری دیگه از بچه ها دستگیر می شدن. رفتیم تو، من شوکی که به وارد شده بود اصلا نمیتونستم آب دهنم خوش شده بود. قسمت زمین جایی که ما رو بردن انار ریخته بودن. بعد کیف من رو باز کرد که کیف ما بگرده. من نامه‌هایی که همراهم داشتم تو کیف پول خوردم بود. کیف رو براشون باز کردم. بعد همین جوری که زیب کیف کوچیک مال پول خوردم رو باز کردم، نامه ها تو پول خورد بود، اینجوری کردم گفتم پول خورده و دوباره برداشتم. متوجه نشد که نامه توی این به اصطلاح پول خورده هست. اناری که بود من دیدم نمیتونم این نامه ها رو نمیتونم بدون اینکه چیز باشه اصلا آب تو دهنم نمونده قورت بدم. سری گفتم به دخترم گفتم انار میخوری؟ سریع انار رو قاش کردم و دونه دونه کردم و با نامه های که چیز توی دستم بود با انار قورت دادم. خیالم راحت شد. بعد از اونجا که کیف رو گشتن ما رو بردن یه جای دیگه، کاملا لخ کردن، همین جا رو بازرسی بدنی کردن. یه خانمی اومد، من چشمام رو سریع بستن، یعنی از اتاقه که ما رو بردن توی لاندمرد که ببرن پایگاه، سریع بالای چشم من بستن. خواهرم هم جدا کردن، منو فقط دخترم بودیم. دیگه که رفتیم اونجا حتی توی پوشک بچه دخترم هم، چون که میدونستن طرفی که گزارش داده بود گفته بود ایشون پیکم، من پیک شهر رو به اصطلاح بچه ها بودم، ارتباط شهر رو میرسوندم بهشون. بعد حتی توی پوشک بچه دخترم هم دونه دونه پاره کردم، قوطی شیرش رو ریختن پایین، یعنی هیچی، یعنی دیگه هیچی، تمام چیزایی که لازم بود بگردن گشتن. چشممو که بستن همون جوری که تو اتاقه داشت دختر منو بازرسی بدنی میکرد، دختر صدا زد، یه خانمی اومد چادر مشکی، من بالای چشمم بسته بود ولی کفشاش و چادرش میگم خودشه؟ گفت آره خودشه. به هر حال دیگه تموم شد و منو سریع برگردوندن زندان سپاه سنندج. دخترم همراه بود ولی خواهرم از من جدا کردن. از راه که رسیدیم من باید برگردم به ببخشید میدونم وقتتونم میگیرم، من باید برگردم به گذشته، چون که زمانی که من حامله بودم شوهرم زندان بود، بازجویی که بازجوی شوهرم بود معمولا وقتی من میرفتم ملاقات علی میگفت جای تو هم اینجاست، ما میدونیم که تو هم فعالی. خب ولی من گوش نمیدادم. به هر حال زمانی که رسیدیم به سپاه سعید که تمام طلاهای منو، انگشترم و حلقم و گردنبندم و دستبند دخترم و هر چی قدمون بود جدا کردن. بعد صادقی که بازجوی شوهرم بود گفت مگه بهت نگفتم یه روزی تو هم جات اینجاست؟ گفتم من کاری نکردم، من داشتم میرفتم تبریز، میتونیم تماس بگیریم، من قرار دکتر برم برای دخترم، من کاری نیستم. و به هر حال دیگه اون حرفایی که معمولا در روزای اول زده میشه، خوش دادن و بدو بیرا گفتن و حرفای رکیب و اینا شروع شد. از راه سری برو اتاق راه روی شکنجه، یعنی بدون هیچی گفت اتمام حجت میکنم، حرفات میزنی یا نه؟ تو همون مسیری که داشتیم ما میرفتیم صحبت میکرد. گفتم من چیزی برای گفتن ندارم. گفت بخوابونینش. از همون لحظه ای که من وارد سپاه شدم شکنجه شروع شد. دست و پامو بستن، به هر حال همون زدن با کابل که معموله. بعد از مدتی که زدن من حالم خوب نبود. تو این فاصله صدای گریه دخترم می اومد، اونا هی می زدن. نینا به اصطلاح تازه به اصطلاح نه آره مامان این صحبت ها رو میکرد، چون که 11 ماش بود اصلا صحبت کردن. تنها چیزی که من یادمه بازجی میگفت ببین دخترت داره گریه میکنه، بگو مسائلتو، بگو کجا داشتی میرفتی، ما میدونستیم تو سر قرار میری، قرارتو بگو. اونا میدونستن من سر قرار میرم ولی نمیستن قرار من خیابانیه یا خونه است. به هر حال میگفت بگو
دخترت داره گریه میکنه، یعنی دخترم گریه میکرد، تو این حالتی که داره داشت گریه میکرد اونا هی میزدن، دخترم تنها چیز مامان نه، مامان نه، مامان نه، تنها چیزی که این دختره میگفت مامان نه، بغل بازجون بود. بعدن که اونی که میزد بازجوی من نبود، ولی بعدن که به اصطلاح فهمیدم بچم بغل کسی که بود بازجوی اصلیم بود، اسمش هاشمی بود. من حالا که بعد از بیهوش شده بودم، منو میبرن سلول، وقتی که بیدار شدم دخترم بالای سرم بود، داشت وقتی که بیدار شدم داشت موامو نوازش میکرد. احساس کردم زیرم خیس شده، احتیاج به دستشویی داشتم، میخواستم برم دستشویی. بعد خودمو بلند کردم چون که سلول و دستشویی فاصله خیلی کوتاهی بود، تا دم دستشویی که رسیدم دیگه هیچی نفهمیدم. بعدش که مجددا سر حال اومدم دیدم پاسدار خواهرام اونجا هستن و به هر حال نینا بغل یکیشون بود و میگفتن که حالش بده ببریم دکتر، اون یکی میگفت نه. به هر حال نبردن دکتر، همونجا موندم، خونریزی داده بودم، خونریزیش خیلی شدید. بعد این متاسفانه من اینجا نمیشه کل داستانو گفت. به هر حال طوری شد که من چون که قرار داشتم تهران، قرارم لو رفته بود، منو منتقل کردن کمیته مشترک تهران. از لحظه اولی که وارد کمیته مشترکم شدیم اونجا مجدداً شکنجه شروع شد، منو خوابوندن، دوباره زدن. بعد یادم تو اتاقی که بودیم، من که حالم بد شد مجدداً، چون اصلا لباس عوض کردن نداشتیم، یه دفعه در رو باز کردن، من میخواستم بلند بشم که به اصطلاح طرف داشت میومد و در زد، گفت با حجاب، حجاب سرت باشه، چشمن. بعد من نمیدونستم زیرم خونی شده چون که متوجه پشتم نبودم. بعد برای یه لحظه احساس کردم نینا پشت سرم وایساده، من فکر کردم از پاسدارا ترسیده. بعد همینجوری داشتم چیزش میکردم، حالت سرش نوازش میکردم که نترسه و اینا، داشت از من سوال میکرد اینا. بعد که اونا کارشون تموم شد، بازجوییش تموم شد و رفت، گفتم چی؟ گفت دستشو کشید برای پشت من که خون بود. گفتم ماما جان خونه خود چه اشکال داره؟ حالیش هم نمیشد، بچه در اون سن و سال خونه رو مثلا حالی، حالت این که اونا نبینن، نمیدونم چی تو مغزش بود، به هر حال این حالت رو نشون داد که خودشو کشید که اونا خونه رو نبینن. توی کمیته مشترکم که بودیم یه بار، بار اول که به اصطلاح شکنجه شدم، بعد از اون که بازم مجددم گفتم خونریزی شدید داشتم، اصلا نمیتونستم راه برم. از سلول که من پایین بودم، زمانی که منتقل کردم به راه روی بالا، از پله ها داشتیم میرفتیم بالا، این بچه که تازه به اصطلاح راه رفتن رو یاد گرفته بود، چشم و گوش و دست من، همه چیز من شده بود. از پله های کمیته مشترک که داشتیم میرفتیم بالا، دونه دونه پله ها رو میرفت، دونه دونه مثل اینکه که راه نماییم کنه، یه پله دیگه، یه پله دیگه، دستامو بگیر بریم بالا. و تمام مدتی که توی راه روی اون راه روی بلنده کمیته مشترک بودیم، با چشمند و چادر با بچه هم تو راه رو بودیم، تا زمانی که منتقل اوین کردن. تو 209 اوینم که بودم اونجا مجدداً شکنجه شدم، به خاطر اینکه اونا
میگفتن که تو قرار تو سوزوندی. در واقع هم سوزوندم. بعد قبل از اینکه ببرن شکنجه کنن، من این چیزو از یکی از مادر مهیه و اصلا نمیدونم، مادر یکی از بچه های چریک فدایی بود، اونجا بود، اسمش مادر مهری بود، تقریبا سننم مثل مادر من بود، باید الان 67-70 سالش باشه اون خانم، شایدم بیشتر. توی راهرو که با هم بودیم، زمانی که پاسدارا نبودن، من ببخشید، زمانی که من بهداری بودم، چون که این فاصله که من حالم بد شد، کمیته مشترکه بودیم، اومدیم ببین، من چون که خونریزی شدید داشتم نمیتونستم بشینم، پاهام هم وضعش خوب نبود و دستم هم همینطور. بعد منو منتقل کردن بهداری اوین برای مدت کوتاهی. اونجا که بودیم این مادر مهری به شدت شکنجه شده بود، با وجود اینکه شکنجه شده بود پاش عمل کرده بودن، مجدداً شکنجه شده بود روی عمل، پاشو که عمل کرده بودن، گوشت رونشو برداشته بودن، زده بودن به زیر پاش. بعد این من حالا چجوری بگم، که احساس آرامش میکردم باش، خیلی به دخترم میرسید با وجود اینکه خودش شکنجه سختی رو پشت سر گذاشته بود. بعد یه روزی من بهش گفتم مادر مهری، میخوام یه سوالی ازت بکنم، اگه قرار ما خودم سوزونده باشم اینا فکر کنن، تو فکر میکنی چی بشه؟ گفت ببین دخترم، زمانی که اینا اگه بخوان بدونن که تو قرارتو سوزوندی، میبرن پایین. حالا بدونن یا ندونن، میخوان به خاطر اینکه خیالشون راحت بشه تو رو میبرن میزنن. ولی بهت میگم تا 10 ضربه طاقت بیاری بقیهشو دیگه بخیال. یعنی من این صحبت این مادر مهری همیشه تو گوشم بود، اگه رفتم پایین اینه دیگه. یعنی من صحبت این بود که من اول دفعه بهشون گفتم من قرار رو نسوزوندم، من اصلا چی مشکل من نبوده، مشکل شماها بودین. زمانی که رفتیم پایین هم دقیقا همون چیزی که مادر مهری راه نمایم کرده بود، همون راه ایشون رو به اصطلاح راه نمایی ایشون رو رفتم، زدم گفتم، من گفتم هی صحبتم این بود که من قرارمو نسوزوندم، من قرارمو نسوزوندم، من اصلا نمیدونستم. به هر حال شکنجه اونجا زیاد به صلاح نبود، 25 تا 30 تا خوردم و دوباره مجددن اومدیم بالا. تو راه رو بودیم، تو راه روی 209 بودیم تا مدت‌های مدیدی، و دخترم اونجا دیگه زبان شروع کرد، به زبان باز کردن، کاملا صحبت میکرد، کردی هم یادش رفته بود، با من کردی حرف میزد، با بچه های دیگه همه فارسی صحبت میکرد. بچه هایی که اونجا اصلا سلاخونه بود، سلاخانه به تمام معنا. تو تمام راهروهایی که جدا شده بود از راهروی اصلی، پسر و دخترها بودن که دستاشون رو بسته بودن، پاها آماسیده، ورم کرده، سیاه، این برای میگی تمام بچه ها پاشون بان پیچی شده، خونالود بان پیچی شده، بان پیچی های کسی، صدای ناله و به هر حال صدای شکنجه از که از زیر زمین میومد، بچه هایی که میآوردن میرفت میبردن زیر زمین، صدای افتادن بچه ها که بولشون حالا بول میدادن میافتادن پایین، هرچی بود از پله ها میرفت پایین میافتاد، لگت زدن، فوش دادن. اصلا اگه من معتقد نیستم محشری وجود داره، واقعا اگه محشر وجود داره 209 اوین محشر بود. یعنی اونجوری که مسلمان ها تجسم میکنن که هش وجود داره، مردم با هر وضعیتی که جد میشن واقعا هش بود. خاطر یکی از دخترم هست اونجا، چون که من تمام بازجویام، تمام چیزاییم که بودم دخترم همراه بود اینا، این بود که دخترم، من به زمانی که دستگیر شدم وسایل زیاد نداشتیم، چون که یک روزه میخواستم برم و برگردم، دو تا تیشرت داشتیم، دو تا شلوار کردی مال دخترم بود همراهش بود،
اینا رو من میپوشیدم. دخترم خیلی خوشگل و مامانی بود. بعد پاسدارا خیلی بهش محبت میکردن. بعد میگفتن شیرینی میخوای؟ ما خب هیچی نداشتیم. تمام پول و هرچی هم داشتیم برده بودن. غذایی هم که اونجا میدادن من جرأت نداشتم زیاد به دخترم بدم. چون پر کافور بود. اصلا نمیتونستم خودم بخونم تا چه برسد به دخترم بدم. عرازگاهی مثلا چیزی میدادن خیلی کمش شد. تلاش میکردم که کم بدم. بلکل لاغر شده بود. اصلا وضع خیلی اسفناکی هم پیدا کرده بودیم. پاسدارا میومدن مثلا میگفتن میخوای بریم برات شیرینی بخریم پفک میخوای؟ من از خدا بود واقعا. هی بهش میگفتم برو مامان. مامان نینا برو باشون که. بعد اینم هی نگاه من میکرد. من تعجب میکرد که من چرا میگم برو باشون. نمیدونست واقعا از ته دل میخوام حداقل یه چیزی بدم بهش که بخوره. یه بار که این هر بار نه یه بار این بار آخری که با افتاد این بود که دیدم با عجله نینا دو تا پفک و یه آب نبات چوبی دستشه و برگشت. بعد پاسداره به من گفت مامان دختری جیش داره ببرش توالت. منم نینا رو بردم توالت و گفتم مامان جیش دو بکن. گفت من جیش ندارم. گفتم بعد چرا پاسدار؟ گفت دروغ گفتم. و تمام مدت هم این میدادی که این بچه رو درسته خوشحال بودم میبرن شیرینی اینا براش میخوام. ولی واقعا از لحاظ روحی و روانی داغم بودم که این بچه مشکلی چیزی پیش نیاد برای دخترم. بچه هست نمیفهمه. و اینو این شیرینی و پفک که این دختره میآورد زمانی که میدونست که کیا پاسدارن میدونست کیا پاسدار نیستن. زمانی که ما تو رارو بودیم دیگه تو راروی پتو داده بودن نشسته بودیم رو پتو. این پفک ها رو پاسدارا که میرفتن ساعتهایی بود که اونم خلوت بود نبودن پفک ها رو باز میکرد میرفت توی این راروها به بچه هایی که اونجا به اصطلاح دستشون بسته بود به میلوها میگرفت براشون امون پفک خاله پفک اصلا این با بچه های اونجا تقسیم میکرد. یعنی دیگه تشخیص میداد اونایی که میان میرن بدون چشم بندن دشمنن اونایی که اونجا خاله ها و عموهاشن. چون که ناراحتی قلبی داشت دوبار من مجبور شدم اینو حالش بد شد من مجبور شدم بعد از مدتی ما رو بردن سلول. توی سلولم ما با ابری که ظرفا رو میشستیم براش عروسک درست کرده بودیم. یه روز من و یکی از دخترها که مال اتحادیه کمونیستا بود داشتیم صحبت میکردیم دیدیم عروسکش رو چشمند روی عروسک روی ابره بسته بود داره کتکش میزنه بگو خبیث خبیث بگو خبیث داشت عروسک داشت ابره رو که ما عروسک براش درست کرده بودیم داشت همون کاری رو که مثل هاشمی زمانی که میزدم من خبیث بگو دقیقا روی ابره داشت تکرار میکرد که من بغلش کردم و گفتم نه مامان نه این کار نکن مامان. چون که حالش بد می شد ناراحتی قلبی داشت من با بازجو صحبت کردم آها شیرم نمی دادن من نه پول داشتم که حداقل خریدی براش بکنم شیری بخرم غذا اینجورم که زیاد نمی خور. بعد به بازجو گفتم شیر می خوام دختری که اونجا زری کار می کرد گفتم لطف کن به بازجو بگو باش کار دارم رفتم باش صحبت کنم گفتم ببین این دختری هیچ شیر اینجا رو نمیخوره لاغر شده مریض ناراحتی قلبی داره من شیر میخوام بدیم به این بچه حداقل با خانواده‌ام تماس بگیریم که پول برای من بفرستن من شیر برای این بچه بخرم. گفت دخترت هم مثل خودته ما فردا باید با دختر تو همین مسئله‌ای که الان با تو داریم فردا با دختر تو هم خواهیم داشت تو اگه اینو میدونستی چرا اومدی زندان؟ گفتم من نیومدم زندان تو من آوردی اینجا من زندانی تو هم دختر من زندانی تو نیست و فردا ما این مشکل رو با دختر تو هم خواهیم داشت. به هر حال بیمارستان اون موقع دکتر شیخ بود
من دخترم و پلوی دکتر شیخ بردم اونجا بیمارستان اوین دویستونو که کار میکرد. گفت حالش بد بود چون که لبش کبود میشد نمیتونست تنفس کنه. به هر حال دخترم رو دادم بیرون به خانوادم. من عید 64 آزاد شدم از زندان با قید ضمانت. مجدداً 6 ماه بعد دستگیر شدم، توی خونه خودمون دستگیر شدم. این دفعه مثل دفعه گذشته نبود، اصلاً شکنجه کابل وجود نداشت. تمامش شکنجه روحی بود. یعنی آرزو می کردم اون کابلی، چون که توی راهروی بودم که بچه ها رو داشتن اونجا شکنجه می کردن. یه پرده بود، من پشت پرده بودم و روی تخت بچه ها رو داشتن شکنجه می کردن. من تمام مدت پشت این پرده با گوشم، با تمام وجودم بچه‌ای که داشتن اونجا شکنجه می‌شدن و هر کابلی که بالا می‌رفت و پایین می‌اومد احساس می‌کردم روی پاها و بدن خودمه، چون که هیچ فرقی نمی‌کرد چه به اون بزنه چه به من. من اینجا وایسادم شاهدم. یکی از اینا اصلا هیچ وقت یادم نمیره و آرزو میکنم اگه زنده است هر جا هست، چون که این رو تفکه بود، اینا اون همه تلاش کردن، اون همه این زدن که یه صدا. آرزو میکردم من خودم آرزو میکردم حداقل صداشو بشنوم. فقط تنها چیزی که اینا میگفتن بگو چریک فلسطین. و هیچ وقت این چریک فلسطین هم آخ نگفت، داغش رو دلشون گذاشت. من بازجویی که دفعه دوم که دستگیر شدم در رابطه با بیرون فرستادن بچه‌ای بود که لو رفته بودن، یه تعداد از بچه‌ها رو بیرون فرستاده بودم و اینا مدت‌های مدیدی بود که اینا رو داشتن، زیر نظرشون بود. اینا مشکلشون این بود، میگفت اینا ما 6 ماه اینا رو زیر نظر داریم، تو در عرض 2 روز اینا رو چیکار کردی؟ چون اون افراد تعداد 6 ماه بود سنندج بودن، بعد سرگردان بودن، نمیدونستن چیکار کنن، نمیتونستن راه باز کنن از ایران خارج بشن. بعد اینا میدونستن که اینا با من ارتباط گرفتن. من در عرض این 2 روز که اینا رو بیرون فرستاده بودم، اینا میخواستن راهش رو بدونن من اینا رو با کی فرستادم بیرون. به هر حال اینا این مسئله بود که من در ارتباطم هم شد به شوهرم، اون موقع آلمان بود، من تلفنی در رابطه با سری چیزا باشون صحبت میکردم، تلفنمون هم کنترل شده بود. زمانی که دستگیر شدم، کسی که برای دستگیریم اومده بود بازجون بود. من نمیدونستم موقع بازجوه. با هم که صحبت میکرد دیگه اینم بهم گفت من حتی یه شلاق هم دیگه به تو نمیزم، چون میدونم تو اینقدر شلاق خوردی مثل خر برا نسبت چیز شدی. البته من نسبت به شما میگم برا نسبت اون همچی حرفی نمیزد. گفت تو مثل خر اینقدر شلاق خوردی عادت کردی، شماها شلاق بردین عادت کردین. من شلاق نمیزنم، کاری میکنم اون گردن تو که بلند میکردی با افتخار تو خیابون را میرفتی پایین بیاد. اصلا معنی اینشو واقعا نمیدونستم چیه. هزار تا چیز میتونستم بیارم که آره مثلا همسایه رو دستگیر میکنه میگه من به اصطلاح لوش دادم. گفتم مثلا میخوای چیکار کنی؟ منو ببری تو تلویزیون؟ من که صحبتی برای مردم تو تلویزیون ندارم. میخوای کسی رو دستگیر کنی بیاری که بگی من لوش دادم؟ اونا میدونن خودت آبرود میده، چون میدونن با من هیچ ارتباطی نداشتن، چیزی نداریم ما با هم دیگه.
هی میگفت باید این به هر حال اصرار میکرد این دیگه کارو شب روز نمیذاشت بخوابم نصف شب میومد صبح زود بود دیگه من تو این رارو اتاق شکنجه و رارو بازجویی بچه‌ای که میمدن شکنجه میکردن زدن بود بی احترامی بود فش بود اینا بود من تو رارو بودم تقریبا یک دو هفته گذشته بود که دیگه گفت من باید اتمام حجت میکنم من باید اتمام حجت میکنم 24 ساعت بهت فرصت میدم تصمیم بگی یا حرفتو میزنی یا کاری میکنم اون گردن همیشه این صحبتش این بود گردنتو میشکنم میارم پایین خوردت میکنم اونجوری که با افتخار را میرفتی تو خیابون میخوام سرتو بیارم پایین شبام که ما تو راه رو که میخوابیدم من معمولا دستم رو به شوفاش میبستن با آخرین باری که اپتیاتون داده بود و گفتش که 24 ساعت 26 ساعت تموم شد من تو راروی که مشرف بود به سلول پسرا وارد سلول دختر سپاه می شدیم اونجا به اولین شوفاژی دستامو بسته بودن یه پتو زیرم بود خوابیده بودم یه در حین بازجویی که میکرد معمولا تمام تلاشش این بود هرچی اون میومد صندلیشو قشنگ مماس با صندلی من یعنی زانوش مماس با زانوی من بود سرشو کاملا یاد میهد میرفتم عقب اون هی میومد جلو مثلا میگفت مثلا چیزایی میگفت که مثلا شماها دیگه عادیه براتون شما دوست دارین مثلا چرا عقب میکشین مثلا دستشو میآورد رو زانوهای من میذاشت من دستشو کنار میزدم یا مثلا پاما جمع میکردم مثلا حالت این که من مثلا عادیه برام دیگه اینا به هر حال این کارا این چیزا بود اون شبم که به اصطلاح این اتفاق افتاد بازم مثل همیشه اومد چون که عادت داشت شبا می اومد برای بازجویی فکر کردم واقعا بازجویی دوباره میاد سوال میکنه نمیکنه اینا اینا یادم رفت من بگم که روز دومی که روزی که دستگیر شدم دفعه دوم منو صبح برداشتن بردن ارومیه اونا فکر نمیکردن که من بدونن من میدونم که منو ارومیه بردن چون که من مدت 4 ماه انفرادی فرستاده بودن زندان ارومیه بودم زندان سپاهش بودم اون سلولای اونجا رو راهروی که رد می شدیم جایی که پا می زاشتیم زیر شکنجه بود من قشنگ می دونستم اونجا بعد منو بردن اونجا تعجب کردم بدون اینکه کسی رو ببینم منو وارد کردن صبحم دوباره از همونجا وارد بیرون آوردن بیرون برگشتیم سنندج ازش این سوال کردم ازش سوال کردم چرا منو بردی ارومیه گفت ما تو رو نبردیم ارومیه گفتم شما مثل این که یادتون نیست من تو زندان ارومیه تبعید کردیم اونجا 4 ماه تماما تو سلولا بودم من قشنگ اونجا رو میدونم چی به چی گفت ما تو رو بردیم حاکم شهر تو رو برات تعذیب بنویسه برات شلاق بنویسه گفتم من که حاکم شهر رو دیدم گفت لازم نبود تو اونو ببینی اون وقتی که تو وارد سلول شدی تو رو دید و دستت برات گفتم حالا چقدر برام شلاق نوشته گفت 75 ضربه گفتم حاکم شهر یا شلاق نخورده یا شمارش بلد نیست چون که خودشم میدونه وضعیتی که من دارم 5 ضربه شلاق بهم بزنی دوباره اون حالت گذشته بهم دست میده یا تا حال شلاق نخورده یا واقعا شمارش بلد نیست اینو میدونم که برد گفت بردیم ارومیه حالا نمیدونم واقعا راست بود یا نه گفت ارومیه حکم شلاقتو گرفتیم توی رارو که خوابیده بودم اومد دوباره همون طبق معمول صحبت کردن و آروم صحبت کردن و بعد گفت وقت تموم شده شروع کرد چادرمو کنار زدن
دکمه های بولیزم رو باز کرد. واقعا فکر میکردم داره به اصطلاح چیز میکنه، میخواد بترسونه. دکمه های بولیزم رو که باز کرد، یه شلوار کردی پام بود، بند شلوار کردی من باز کرد. واقعا باز هم فکر میکردم که داره میترسونه. بعد که احساس دستاش، نفس کشیدنش، میدونستم که این ترس نه، این ترسیدن ترسوندن نیست دیگه. به هر حال شروع کردم به سر صدا کردن. اینا همیشه عادت داشت، این یه دستمال از این کردیای ابریشم که ما معمولا تو کردستان زیاده، دور گردنش بود، در آورد و گذاشت تو دهنم. دستو بسته و کاری نمیتونی بکنی با پاهات، که هرچی تقلام میکردم هیچ غلطی نمیتونستم بکنم. به هر حال سلول پسران بود، سر صدای زیادترم میکردم، هر کاری میکردم. میدونستم پسران الان پشت، مطمئنم بچه‌ای که پشت توی اون سلولا بودن، مطمئنم میدونستن توی رارو داره اتفاقی میفته، چون که صدای دستبنده من با شوفاژه میومد و میرفت، قشنگ مشخص بود اینجا یه اتفاقی داره میفته. به هر حال بعد از اینکه کارش کرد، مجددا شلوارمو پام کرد و دکمه‌های بولیزمو بست و رفت. رفت. روز بعدش دوباره بازجویی بود. توی بازجویی اینو بهتونم بگم، من تجاوز و یه نوع شکنجه نمیدونم. بارها و بارها هم گفتم، حالا خیلی شاید شکنجه میدونم، برای من شکنجه نبوده، چیزی بوده که اصلا نمیتونم تعریف کنم. این برای من اینطوره. حالا هر کسی میخواد یه تفسیری داره از تجاوز، تفسیر من اینه یه شکنجه نیست، برای من یه شکنجه نبوده. روز بعدش که بازجویی رفتیم، دیگه من حالم خوب نبود، دنبال یه چیزی اصلا به این نتیجه رسیده بودم، حالا مذهبی احساس میکنی، هرچی احساس میکنی، هر که هر تفسیری داره بکنه، به هر حال من مذهبی نیستم، ولی هر تفسیری میکنن، هر که به هر حال مجازن چیز بکنن، تعریف کنن برای خودشون. احساس میکردم زندگی معنی نداره، دنبال یه چیزی میگشتم که خودکشی کنم، که یه نمیدونم حالا دیوان بود، هرچی بود، شکسته بود. با پاهمبرش داشتم، زمانی که تو چیز بودم تلاش کردم که رگ دستمو بزنم، ولی هرچی میسابیدم رگ دستی چی بیرون نمیومد، خون میومد قد میشد، خون میومد قد میشد، اینا بستم. تا که موفق شدم از طریق قرص، یه مقدار قرص توی رارو، چون که بچه‌ای که توی سلول بودن تو رارو قرصا رو بیرون میذاشتن، نمیذاشتن تو. قرصا رو برداشتم، این تعدادش رو، موفق شدم دست به خودکشی بزنم، که رسوندن بیمارستان. خانوادم از طریق بیمارستان فهمیده بودن که خودکشی کردم. این بهروز دیگه با من اصلا برخورد نکرد. بازجوی قبلی، بازجوی سالهای پیشم که قاسمش بود، قاسم اسمش بود، هاشمی نه، مسئول بازجوی اصلی هاشمی بود، ولی قاسم مثل بازجوی خوبه رفتار میکرد. قاسم اومد روی کار، قاسم دیگه بعد از این مسئله خودکشی با من برخورد کرد.
بعد اومد با هم صحبت کرد چرا خودکشی کردی بله بله. به هر حال من نمیدونم واقعا آیا قاسم میدونست من چرا خودکشی کردم یا نه، چون که گفت من بابام تلاش کرده بود که با من ملاقات بدن با من ملاقات کنه، بعد گفته بود آره توی تمام شهر چون که من برده بودن بیمارستان شهر همه منو میشناختن دیگه، همه سریع پخش شده بود که آذر بیمارستان بوده، خودکشی کرده بیمارستان بوده. پدرم هم تلاش کرده بود که بیاد منو ببینه، دیگه موفق شده بود بازجویی، گفت من ملاقات دیگه با ما نمیگی چرا خودکشی کردم، برو به بابات بگو بابات پدر ما رو در آورده اینقدر اومده دم سپاه. بعد منم که منو برد تو اتاق ملاقات که بابام ملاقات کنم، واقعا نمیدونم این بازجوی فکر نمیکرده من به بابام میدونست که به من تجاوز شده یا نمیدونست، دقیق نمیدونم. اصرارش این بود، من بابام ازم سوال کرد چرا خودکشی کردی، بابام این گفت خب بگو بهش چرا خودکشی کردی، بگو که من اون فکر میکرد مثلا من اینو میگم که اینا چیزی از من میخوان من ندارم بدم. گفتم واقعا میخوای من به بابام بگم چرا خودکشی کردن؟ گفت آره. گفتم بابا جان اینا به من تجاوز کردن به خاطر این خودکشی کردن. ولی من صادم اون حرف به بابام بزنم، ولی نگاه بابا هیچ وقت فراموش نمی کنم. بلند شد گفت دخترتو بزرگ می کنم، هر وقتی اومدی بیرون خیالت راحت باشه دخترتو بزرگ می کنم. بابام رفت، بابا رفت، سالهای ساله این عذاب داره منو میکشه که من چرا این حرف بابا باب گفتم. Time for that. We'll be here at 2 o'clock. Thank you very much.